سلام به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. برنامه نگاه روز رو من سیما بهاری و جمیل فرزان در خدمتون هستیم و به شما ارائه میدیم. در رابطه با انقلابات در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بارها صحبت کردیم، موضع‌گیری بعضی از دولت‌ها رو هم گاهن بررسی کردیم و راجبش صحبت کردیم، اما امروز در برنامه نگاه روز نگاهی میاندازیم به موضع‌گیری اوباما که در سخنرانیش صحبت کرده در مورد اینکه کمک بکنه به مصر به خصوص و تونس برای برگزاری دموکراسی. اجازه بدید فاتح بهرامی رو همراه داشته باشیم تا با ایشون در این رابطه گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم به شما فاتح بهرامی، به برنامه‌مون خوش اومدید. با سلام به شما و بینندگان، متشکرم، خسته نباشید. بله، اوباما میخواد که چند میلیارد دلار به دولت‌های فعلی در تونس و مصر کمک بکنه تا به گفته او این دولت‌ها بتونن دموکراسی و حاکمیت قانون برگزار بکنند. به نظر شما منظور از دموکراسی و قانون در قاموس اوباما، شخصی مثل اوباما، چی هست؟ دموکراسی راستش خوب صحبت زیاده، این دولت‌ها چی دارن موردش میگن. اولا یه نوع دموکراسی که کشوری که فرض کن مثل آمریکا و غرب بهش میگن دموکراسی، تو کشورهای به اصطلاح جهان سوم هم که اینا دارن صحبت میکنن، اگر راستش خیلی ساده و بدون حاشیه رفتن بخوایم بگیم، یعنی عراق. خودشون هم مرتبا میگن افتخارشون این هست که بعد از صدام دموکراسی آوردن. یه مشت به هر حال کانگستر و میلیشیای به اصطلاح مذهبی و قومی و تا دندان مسلح که به جون جامعه افتادن، شب و روز از مردم قربانی میگیرن و با همدیگه میجنگن. این دموکراسیه که توی به اصطلاح خاورمیانه میخوان پیاده کنن و پیاده کردن یه جاهایی، عراق، افغانستان، اینا. منتها در مورد کلن عمومیتر که وقتی دارن صحبت میکنن، خب بحثشون اینه که بالاخره تهش بیان یه پارلمانی به اصطلاح باشه و حکومتی که در درجه اول مهمتر از هر چیز سر به امریکا باشه، موافق امریکا باشه، سیاستهای امریکا رو پیش ببره و بعدش هم یه پارلمان داشته باشه که همونطور که گفتم عراق هست. و به هر حال هر دوره یه چیزی میگفتن، دوره بوش و اینا که حتی میخواستن خاورمیانه بزرگم درست بکنن، اساسش روی درست کردن دولت و جامعه و همه چیز بر اساس قومیت و ملیت و مذهب و اینا بود. الانش هم همینه، نیروهای ارتجاعی طرفدار غرب بیان دولت تشکیل بدن و یه پارلمانی تشکیل بدن و اینو بهش میگن دموکراسی. اون تا این حرکتی که شما سر کمک مالی اینا کردید خیلی فراتر از اینه، این یه مقابله جدی هست با انقلاب، با چپ و آزادی خواهی که باید در مورد این بیشتر صحبت کرد. بله، اتفاقا سوال بعدی من فکر میکنم همینجوری میتونه رفت به همین مسئله داشته باشه. تا اینجا دولت‌هایی که در اونها یا کشورهایی که در اونها انقلاباتی رخ داده یا جنبشی رو ما شاهدش بودیم توی ماه‌های گذشته، معلومه که همشون به قول معروف با آمریکا سر و سر دارن و دست نشونده اون هستن، به غیر از البته سوریه. خب به هر حال یعنی متحد اصلیشون آمریکا بوده. کلن بگید که قیام ها از نظر شما بر سر چی بود و چی هست و هدف آمریکا از این سخاوتمندی ها چی میتونه باشه؟ خیلی نکته مهم در مورد این انقلاباتی که توی منطقه هست و توجه خیلی جدی کلن سرمایه‌داری رو، کشورهای سرمایه‌داری رو و غرب رو به اصطلاح به این جلب کرده و به فکر چاره انداخته، اینه که این انقلابات به هر حال جدا از اینکه خود مردم بخشن تحت تاثیر این تبلیغات میگن دموکراسی، بعضی هاشون منتها خیلی متفاوته، چون بلا فاصله بعدش میگن نان میخوان، آزادی میخوان، حرمت انسانی میخوان. مردم علیه بیکاری، علیه فساد، علیه به اصطلاح نبود آزادی سیاسی، علیه زندان، علیه فقر و مشقتی که این کشورها توی سالیان متمادی به جامعه به اصطلاح تحمیل کرده بودن به پا خواستن و علیه این انقلاب کردن و غربم اینو میدونه. و نکته مهم توی این وسط اینه که توی کشورهایی که تو منطقه همیشه و توی این دوره، چه قبل از حمله آمریکا و چه بعدش بیشتر، کشورهای حکومتای در رأس کار بودن که
پایه و اساسش یا ناسیونالیسم بوده یا مذهب و یا تلفیقی از این دوتا، تبدیل شده به یه به اصطلاح میدان تاخت و تاز این نیروهای خیلی خیلی ارتجاعی. و امروز شما تو این انقلابات وقتی نگاه میکنید اساس این دوتا جریان بزرگی که حکومت میکردن زیر سواله، رفته کنار نیست. شما تو هیچ کدوم از این انقلابات به اصطلاح شعار و حرکت و به اصطلاح چیز مذهبی نمیخوای از طرف توده مردم، نه اینکه سازمان مذهبی فعال نباشه و نخوان مورشون بزن، دارن میکنن مثل اخوان و مسلمین اینا، ولی نه مذهب نه ناسیونالیسم نیست و علیه در نتیجه کل خود این دولتی که بوده و علیه سرمایه و علیه بیکاری و علیه فقر و برای برابری و آزادی اومده به میدان. و این بلافاصله یعنی این که خیر خود این کشور را میگیره و میتونه بره سراغ همین کشور. تأثیرش هم راستش تا همین حالا توجه خیلی را تو کشور غربی هم به اصطلاح جلب کرده و حتی آیندم در آیندم همین تأثیر این انقلابات توی خود کشور غربی هم جدی خواهد بود که باید منتظرش باشیم. برای همین برای کشور غربی، برای سرمایه‌داری مسئله جدی هست که این انقلابی علیه خود سیستم سرمایه‌داری میتونه باشه. این میتونه بالقوه توان خیلی بالایی هست، امکان خیلی بالایی هست که چپ بیاد رو، کمونیسم بیاد رو. برای همین به فکر این بوده که جلو اینه بگیرن. این جلو گرفتن میتونه از دخالت نظامی توش باشه تا اینکه منحرفش کنن، برن خودشونو به اصطلاح در قدم اول دوست انقلاب نشون بدن، نیروهای ارتجاعی خودشونو بیارن جلو، کاری که تا حالا تو مصر کردن، توی تونس هم کردن و تو کشورهای دیگه شکل سرکوبش هم کردن. برای همین خیلی خلاصه بگم تو این چارچوبه مقابله با این انقلاب و ایستادن به این و این کمک‌های مالی هم در جهت دموکراسی خیلی خیلی روشن در جهت تقویت خود دولت‌های موجود، ارتشش، کمک به تبلیغاتشون و قدرت به اصطلاح کل جریان ضد انقلابی برای به اصطلاح عقب راندن جریان انقلاب کمک به این داستانه. و خودشون هم حتی در مثال مقایسهشو میگن مثل دوران به اصطلاح شوروی دارن مطرح میکنه. حالا اون کمونیسم نبود ولی از نظر اینا به اصطلاح به عنوان سوسیالیسم استیبن. این تمام داستانه و این پیشگیری کارگر و کمونیست ها باید بدونن و صف خودشون تقویت بکنن و این انقلاب زنده است، داره جلو میره و یه جدال واقعی هست که باید به نتیجه برسه. توی صحبتاتون اشاره کردین به اینکه این انقلابات شکل مذهبی نداشته، ناسیونالیستی نبوده. اتفاقا سوال اینجوری مطرح میشه که روزای اولی که انقلابات در خیلی از این کشورها در حال جریان بود، به خصوص در مصر و در با حد کمتری توی تونس، نگرانی این پیش میرفتش که به شکل مذهبی باشه، جنبش اسلامی باشه، ولی به شدت حاشیه‌ای شدن و اصلا نمیبینیم آثاری ازشون. چرا اینقدر حاشیه‌ای شدن؟ راستش خب دلیل واقعیش اینه که توی سطح جامعه نبودن. اولا اینا همونطوری که گفتم قبلا مثلا تو رأس حکومت ها بودن، به هر حال به اشکال مختلف، چه جریان مذهبیش چه جریان ناسیونالیستیش، و یا جریان ناسیونالیستیش هم به هر حال تا آخر خیلی مذهبی بوده. بعدش هم بالاخره در یه بعد عمومی‌تر اسلام سیاسی شکست خورده توی این دوران و حکومت اسلامی ها توی عراق، توی ایران یه تجربه هست جلو چشم مردم دنیا، ولی به طور واقعی مردم علیه یه چیز دیگه بلند شدن و خود اسلامی هم جرأت نکردن بیان جلو. اخوان المسلمین که یه جریانی که البته با نقشه داره کار میکنه، قصدش به اصطلاح الان داره یواش یواش کار میکنه، بلکه به شکل قبلی بیاد توی پارلمان خودش رو تقویت میکنه، ولی این جرأت رو ندارن، توان رو ندارن، به خاطر اینکه مردم ازشون عبور میکنن، شکست خوردن، چهره کثیف این جریان به اصطلاح برای مردم روشن شده، ولی مشغول فعالیت هستن. اینو باید توجه داشت، چپ و آزادی خواهان و کمونیست ها باید توجه داشته باشین، اینا دارن کار میکنن و حتی وقتش برسه نیاز باشه کشورهای غربی به همین هم کمک میکنه، لااقل اون بخششون که طرفدار امریکا هستن و مخالفت باشون دارن کمکشون میکنه که مقابل چپ وایسن. و این کلاسیک راستش مثل گذشته و امروز هم ما داریم میبینیم، ولی حرکت کارگرها و مردم آزادی خواه، زنان تو تونس اینقدر قوی بود، اینا رو کنار زدن و اینا حتی تلاش میکنن خودشونو
چهره به اصطلاح کمتر وحشی از خودشون بدن و اینکه بگن ما اصلا نمیخوایم بیایم توی قدرت، میخوایم انقلاب پیروز بشه. این کار رو میکنن مثل هر جای دیگه که به اصطلاح بتونن یه جایی یا سوارشن یا به هر حال مردم کنارشون بلافاصله نذارن. بله، اجازه بدین آخرین سوالمو در رابطه با ایران مطرح بکنم. انقلاب در ایران انگار که به نظر میاد همه چیز راکده، اتفاقی نمیفته، هیچ حزب و دولتی روزهای انقلاب در این کشورها رو که داشتیم بهشون اشاره میکردیم و پیش بینی نمیکرد. آیا ممکنه همین مثلا اتفاق در رابطه با ایران هم بیفته؟ ایران حتی خیلی متفاوته، به خاطر اینکه قبل از این اتفاقات یه انقلابی توی ایران بالاخره اتفاق افتاد. سال 88 مردم میلیونی افتادن، یه ذره مونده بود این رژیم بیفته و خودشون هم گفتن اگه 6 منطقه تهران به هم وصل میشد تمام بود کارشون. مردم به نظر من توی جمهوری اسلامی خب کمی کردن، هر لحظه ممکنه این رژیم رو بتونن به هر حال بندازن. هر لحظه منظورم بلافاصله یه ساعت دو ساعت نیست، یعنی اتفاقی مثل 88 که افتاد این نزدیک به بیشتر از 1.5 دهه است یه جنبش سرنگونی بلند شده علیه این رژیم، میخواد جمهوری اسلامی نباشه و امروز این به شدت تقویت شده. اولا دعواهای داخل رژیم به حدی بالا گرفته دیگه، خبرش همه جا هست، رفته تا سطح نزدیکترین جریانی که با هم بودن، یعنی خامنه ای و احمدی نژاد، دولت و رهبری. جریان اصلاح طلب اصلا محو شده و کلا نیستش. دعوای رژیم دائما بیشتر میشه، یه باندای اومدن کار، دزدیای مردم و دزدیای دولت علیه مردم و قساوتشون به حدی رسیده که از داخل خود جناحای رژیم هر روز یه تذکرایی داده میشه که مردم وحشت میکنن، چه جنایاتی علیه مردم میکنن به اشکال مختلف. برای همین اینا به اصطلاح دارن حتی برای اینکه جیبشون رو پر بکنن و زودتر برن در این صد دارن تلاش میکنن و جمهوری اسلامی رفتنیه و قطعا این انقلاب تو پشت در هست و مردم اومدن جلو، باید متشکل بشن و این بار کار این رژیم رو تموم بکنن. و قطعا تجربه این انقلابات اگر نکته شما این بود و تجربه و تأثیرش اتفاقا باعث شده که مردم به ضعفای انقلابشون توی سال 88 توجه کنن و جمهوری اسلامی رو به هر حال بتونن کنار بزنن. من فکر کنم باید برای این آماده شد، جمهوری اسلامی باید بره و یه جامعه انسانی، یه جامعه سوسیالیستی باید به قدرت کارگر و مردم آزادی خاطون جامعه بپا بشه و حزب کمونیست کارگری هم برای همین داره تلاش میکنه و پشت این ایستاده. بله، خیلی متشکر از شما فاتح بهرامی. با تشکر، خسته نباشید. بله دوستان عزیز، مهمان برنامه نگاه روز فاتح بهرامی بود، با ایشون صحبت کردیم در رابطه با انقلابات در منطقه و اظهارات اوباما و کمک مالی که قراره به دولت‌های مختلفی داده بشه. امیدوارم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید، پیشنهاداتتون و یا سوالی اگه دارید حتما ما استقبال میکنیم و میتونیم حتما در برنامه همون ازشون استفاده بکنیم. من سیما بهاری و همکارم جمیل فرزان برای شما ساعات و لحظه های شادی آرزو مندیم. پیروز باشید.